سلام، پنجشنبه و جمعه 24 و 25 اسفند 96 15 و 16 مارچ 2018 میلادی. بازخواهی از اینکه گفتار دو روز در یک روز خدمت شما ارائه میشه، در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه طی دو سه روز گذشته مقامات مختلف امریکایی حملات تندی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. آقای مکمستر، مشاور امنیت ملی امریکا، دیروز پنج شنبه عنوان کرد که همه کشورها باید علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه و منطقه خاورمیانه اقدام کنند. او گفت که بیش از 16 میلیارد دلار رژیم ایران در اختیار اسد و گروه‌های نیابتی در عراق، سوریه و یمن قرار داده و خواستار این شده که با سپاه و شرکت‌های وابسته به اون کسی معامله نکنه. البته سی بی اس امریکا عنوان کرده که احتمالاً تا آخر هفته آینده آقای مکمستر جاش رو با جان بولتون عوض خواهد کرد. آقای ماتیس، وزیر دفاع امریکا، هم که به منطقه سفر کرده، عنوان کرد که جمهوری اسلامی سعی میکنه بر انتخابات عراق در اردیبهشت ماه آینده تأثیر بگذاره. سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم دیروز عنوان کرد که امریکا نگران بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنان در ایرانه، به اضافه اینکه آقای ادرویس در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا خبر داد از اینکه طرح جدید تحریمی علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر در تهیه شده که در صورت تصویب در دو مجلس امریکا، رئیس جمهور موظف میشه ظرف 270 روز ناقضان حقوق بشر رو به در میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی معرفی کن. از سوی دیگه سخنگوی ناوگان پنجم امریکا که در بحرین مستقر هست، عنوان کرده که اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی نیروهای نظامی ایران از تابستان گذشته در خلیج فارس علیه ناوگان امریکا متوقف شده. به این ترتیب دیده میشه که مقامات ایران علارغم حرف‌های تند در عمل دست به عصا و با احتیاط در مقابل امریکا حرکت میکنند. وزیر خارجه عمان هم اعلام شده فردا به تهران میره و بسیاری خبرگزاری ها مطرح کردند که پیام آقای ماتیس و امریکا رو برای ایران خواهد بود. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، هم در مصاحبه با سی بی اس امریکا عنوان کرده که اگر جمهوری اسلامی به سمت ساختن بمب اتمی بره، عربستان هم چنین کاری خواهد کرد و حملات تندی رو به جمهوری اسلامی کرده، از جمله آقای خامنه ای رو هیتلر جدید در منطقه خونده. البته سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با الفاظی بسیار تند جواب داده و در واقع میشه گفت یک جنگ لفظی بین ایران و عربستان درگیر شده. امریکا از سوی دیگه بالاخره دولتش 19 مقام روسیه رو به دلیل دخالت در انتخابات امریکا تحریم کرد، موضوعی که از مدتی قبل کنگره خواسته بود و سخنگوی کاخ سفید هم بالاخره صراحتاً عنوان کرد که با انگلیس ها هم عقیده هستیم و روس ها در کشتن جاسوس انگلیسی، روسی الاصل انگلیس، دخالت کردند. به این ترتیب تنش بین امریکا و روسیه به عنوان مهمترین پشتیبان جمهوری اسلامی هم بالا گرفته. موضوع دوم این که طالب بساطی جوان که کارمند اورژانس در ملکشاه استان ایلام بوده در زندان به شکنجه
کشته شده. او که از دیماه بازداشت شده بود در زندان به دلیل ضربه به سرش به قتل رسیده، موضوعی که نماینده ایلام هم تایید کرد. دو پسر کاووس سید امامی فعال حقوق بشر که در زندان به قتل رسیده در کانادا از جاستین ترودر نخست وزیر کانادا خواستند که فشار بیاره به ایران برای اینکه مادر اونها را آزاد کنند که ممنوع الخروج کردند. جمعی از معلمان آموزش و پرورش مقابل هنرستان اندیشه در شهریار محل کار محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که در بازداشت به سر میبره دست به تجمع و اعتراض زدند. بهنام نور محمدی فعال آذری هم سه‌شنبه در تهران بازداشت شده و تا کنون خبری از او و علت بازداشتش در دست نیست. مهدی کوخیان فعال مدنی و مدیر کانال تلگرامی شهر خبر ملکان هم در استان آذربایجان شرقی به 18 ماه زندان محکوم شد. کامران قادری که از سوئد نوروز گذشته پای پیاده حرکت کرد که در با خواسته برگزاری انتخابات آزاد تا پاسارگاد پیاده روی بکنه، در ورود به ایران بازداشت شده و بازداشت او تا الان هم معلوم نیست. خبری همسرش گفته نداره، ولی در یک تماس کوتاه اعلام اعتصاب قضا کرده. موضوع سوم این که کشاورزان شرق اصفهان منطقه ورزنه که چند روز گذشته برای حقابه خودشون بارها تظاهرات کردند، این بار در اصفهان تجمع کردند و خواستار حقابه از زاینده رود برای کشت بهارشون هستند. 150 کادر کمک بهیاری و پرستاری بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر هم در محوطه بیمارستان تجمع کردند، خواستار دریافت اضافه کاریشون که گاهی تا 2000 ساعت طلبکار هستند و همینطور کارانه می باشند که با سیاست‌های غلط وزارت بهداشت این مشکل گریبانگیر بسیاری از کادرهای بیمارستانی در سراسر کشور است. 220 کارگر کنترسازی قزوین 9 ماه حقوق نگرفتند، کارگران پارس پامچال قزوین 7 ماه حقوق و عیدی طلب کارند، کارگران متالورژی پودر قزوین 6 ماه حقوق و دستمزد طلب کارند، کاشی و سرامیک نیلوفر در بیرجند خراسان جنوبی 320 کارگر 4 ماه حقوق و عیدی طلب کارند. موضوع چهارم این که آقای کریمی قدوسی عنوان کرده که آقای روحانی در پاسخ به نامه رئیس ستاد نیروهای مسلح آقای باقری عنوان کرده که بودجه نداریم به دو نهاد نظامی بودجه بدیم و سپاه و ارتش باید ادغام بشن، ضمن اینکه آقای کریمی قدوسی گفته به این ترتیب روحانی خواهانه حذف سپاه شده. ولی حسام الدین آشنا دستیار و مشاور آقای روحانی به او گفته که برید از بزرگترهاتون بپرسید قبل از اینکه حرفی بزنی تا بعداً ناچار به سکوت طولانی مدت نشی. سازمان ملل هم گزارشی رو منتشر کرده با شاخصهایی مثل امنیت اجتماعی، برابری، آموزش خوب، کیفیت بالای رسیدگی به کودکان، آزادی، اعتماد و با این شاخصها شادی رو تعریف کرده و اندازه گرفته در کشورها که فنلاند رتبه اول رو به دست آورده و ایران یکی از غمگین‌ترین کشورها در این جدول بعد از فلسطین، ترکمنستان و لبنان قرار گرفته. رتبه 106 در میان 156 کشور دنیا.
اما آقای خامنه‌ای در جمع خبرگان عنوان کرده بله مشکلات هست ولی باید صبر داشته باشید. به ایشون باید گفت 40 سال از عمر جمهوری اسلامی و 30 سال از رهبری شما میگذره و حاصلش این شده در کشور. صبر به چه معنی است؟ اما موضوع آخر این که جناب آقای مشایی جلوی سفارت انگلیس حکم زندان بقایی رو آتیش زده و بوریس جانسون گفته که در سفرش به ایران خواسته بود که با احمدی نژاد و یارانش برخورد بشه، یعنی یک دایجان ناپلئون تمام عیار. آقای جنتی هم فرمودند که باید یک رشته امام خمینی شناسی در کشورهای اسلامی راه بیندازیم. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا، شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.